وزارت خارجه آمریکا این هفته نیز در صفحه‌ای با عنوان ارائه حقایق درباره سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران به اقدامات تنبیهی واشنگتن علیه نهادها و افرادی که به فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی کمک می‌کنند اشاره کرده است. بابک گرجی گزارش می‌دهد. توییت مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا در روز 28 اوت بخشی از صفحه حقایق است که میگوید آمریکا نهادهای مسئول برای انتقال بیش از یک میلیون دلار قطعات الکترونیک حساس و موثر در تکثیر سلاحهای هسته‌ای و آلیاژهای آلومینیومی به رژیم ایران را تحریم کرده است آقای پامپو در این توییت گفته بود آمریکا به فشار ادامه میدهد تا جمهوری اسلامی مسیرش را تغییر دهد وزارت خزانه داری آمریکا همان روز در بیانیه اعلام کرد نه نهاد و فرد مستقل در ایران و یک نهاد مستقر در هنگ کنگ را برای کمک به جمهوری اسلامی ایران در خرید قطعات حساس در تکثیر سلاح‌های هسته‌ای مشمول تحریم‌ها قرار داده است افراد و نهادهای تحریم شده در شبکه آنلاین به عنوان تکثیر کنندگان سلاح‌های کشتار جمعی معرفی می‌شوند وزارت خزانه داری آمریکا همچنین یک بانک مستقر در لبنان را به علت حمایت مالی از حزب الله مورد حمایت ایران در فهرست سیاه قرار داد. توییت آقای پامپو در روز 29 اوت در مورد بانک جمال مستقر در بیروت که سالها در خدمت فعالیت‌های مالی نامشروع حزب الله بوده و خزانه داری آمریکا این بانک را تحریم کرده است، بخش دیگری از صفحه موسوم به حقایق است. دفتر کنترل سرمایه های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا نیز در همان روز اعلام کرد منابع مالی حماس را که از سوی جمهوری اسلامی تأمین می شود تحریم کرده است. توییت وزیر خارجه آمریکا میگوید خزانه داری منابع مالی افراد حماس را که از صندوق نیروی قدس سپاه پاسداران برای فعالیت های نامشروع تامین می شود تحریم کرده است خزانه داری آمریکا پیشتر در در بیانیه گفته بود در همکاری با عمان چهار دلال مالی را برای انتقال ده ها میلیون دلار بین نیروی قدس سپاه پاسداران و حماس در فهرست سیاه قرار داده است بابک گوجی صدای آمریکا